اواخر قرن دوم فیلسوف بزرگ حسین منصور حلاج مبارزه‌ای رو بر علیه فسادها آغاز کرد و صوفیان اون زمان باهاش برخورد کردن، اون رو دستگیر کردن و 8 سال زندان بود. بعد از اون بهش تهمت‌های زیادی زدن، اون رو دستش رو قطع کردن، پاش رو قطع کردن، زبانش رو قطع کردن، در نهایت به دار آویختن. خدا در روستای ما کشاورز است. خدا در روستای ما کشاورز است. کشاورز است. کشاورز است. خدا در شاخسار و سرها و روستا خدا با سردار خدا را دیدم با کارگرام دامی. اولین اپرایی بود که می آمدم و بعد که اصلا موسیقی سنتی هم که اصلا فکر کنم تو خون همه ما ایرانی ها هست. داستان حلاج رو قبل از این میدونستی؟ بله بله میدونستم. همیشه مادرم پدر بزرگم تعریف میکردن از این ماجرا. عالی بود، یعنی به معنای واقعی کلمه عالی بود. برای اینکه اولا من از حلاج خیلی شناخت داشتم و دارم، چندین کتاب درباره حلاج خوندم و همه چی برای من تداعی شد و کارگردانی، بازیگری، نورپردازی، هماهنگی ارکستر و واقعا میتونم بدون تعارف، یعنی الکی تعارف نمیکنم، شاهکاری بود واقعا. خیلی عالی. کدوم اپیزود روی خودتون بیشتر تاثیر گذاشت؟ من چند تا از اپیزودش اصلا اشک تو چشمم حلقه زد. اگر بخواین یک جمله به بیننده های تلویزیون با ما در رابطه با اپرای حلاج بگین چی هست؟ تنها جمله‌ای که میتونم بگم اینه که خواهش میکنم حتما بیاین این کارو ببینین، چون یه کلاس واقعا. شما خسته نمیشین از تکرار هر شب اجرای یک نمایش، یک
کنسرت؟ نه، برنامه والا جوریه که هر لحظه من حالم بهتر میشه، هی مدام این کار برام تداعی میشه که بهتر بتونم اجرا کنم و برخلاف تصور خیلی ها که عادی میشه، اصلا برام عادی نیست و هر روز بیشتر لذت میبرم. کدوم اپیزود بیشتر روی روح خودتون تاثیر داره؟ ببینید، از اول تا آخر یه جوری کار که مستقیم توی یه مسیر میبره ما رو و انتها شاید بگم 5 بار حداقل توی این شبا شده که من خودم گریه کردم وسط کار، چون واقعا تاثیرش خیلی زیاده. نمیخوام در این عالم بمانم، نمیخوام در این عالم بمانم، بیا و زین فرشاد رستمی هستم، نوازنده کمانچه آلتو در گروه مستان و اپرای حلاج. چند ساله با آقای همایی در این کار میکنی؟ آقای همایی از دوستان قدیم من هستن و سالهاست ما در خدمتشون هستیم و کار میکنیم. سوال تخصصی، نفس کم نمی آوردین از این ور صحنه به اون ور صحنه؟ چرا، خیلی سخته، نفس هم کم میاریم ولی نفس میزنیم و میخوریم. محمد حسین سفری هستم، بازیگر نقش شبلی بزرگ در اپرای حلاج. استاد، کدوم صحنه روی خودتون بیشتر تاثیر گذاشت؟ یه صحنه هست که میگم درویشی از میانه راه رسید و پرسید: حلاج، تو از این همه شلاق و سنگ و ناروا آهی بر لب نیاوردی، اما حالا که من پاره گلی به سمت تو پرتاب میکنم از درد به خود میپیچی و فریاد میکشی. این صحنه خیلی منو تحت تاثیر قرار داد. ببینید، مضمون کلی این اجرا بیشتر یک مرتبط میشه با یک رویکرد انتقادی از فضایی که در بستر جامعه امروز جریان داره، منتها با یک نگاه شاعرانه هنرمندانه تر که در واقع آقای همای بهش رسیده.
بعد از حلاج باید منتظر داستان و روایت جدیدی باشیم. بله، یه اپرایی نوشتم تحت عنوان آوازخوان شیدا که اونم بعد از اینه اپرای اجرا می‌کنم. خدا در قلب انسان هاست. به خدا، به خدا که دریابی خدا در خیشتن پیداست. امیدوارم از پشت استیج این هفته لذت برده باشین. امیدوارم که همیشه حق به حق دار برسه. مراقب خودتون باشین و خدا نگهدارتون.